ماتان کاهانا معاون وزیر امور دینی اسرائیل در جمع دانش آموزان دبیرستان دیرخ آفوت در شهرک افراک گفت اگر من دکمه ای برای محو کردن عرب ها از اینجا داشتم قطعا آن را فشار می دادم تا آنها از طریق یک قطار سریع و سیر به کشور سوئیس بروند و در آنجا زندگی ایدئالی داشته باشند اما این دکمه را در اختیار ندارم شاید فقط ما باید در اینجا و در این سرزمین تنها حضور داشتیم در دور جدید تنش‌های مرزی تاجیکستان با قرقیزستان دست کم یک مرزبان تاجیک کشته و سه مرزبان تاجیک دیگر زخمی شدند پیش از این در روز سوم ماه ژوئن نیز طی درگیری میان مرزبانان دو کشور دو مرزبان قرقیزستان زخمی شده بودند بنی گانس وزیر دفاع اسرائیل روز گذشته سه‌شنبه با تحریک کشورهای عربی و بیان نگرانی‌های مشترک اسرائیل با کشورهای عربی نسبت به ایران خواستار شکل‌گیری یک نیروی منطقه‌ای به رهبری آمریکا شد. ارتباط این درخواست با سفر قریب الوقوع جو بایدن رئیس جمهور آمریکا به منطقه خاورمیانه توجه مجامع بین‌المللی را جلب کرده است. سنی‌های تندروی طالبان که پیش از این ورود زنان بدون محارم در مراکز درمانی و ادارات دولتی را ممنوع اعلام کرده بودند در جدیدترین ایجاد محدودیت برای بانوان افغانستانی به صاحبان فروشگاه‌های محصولات زنانه هشدار دادند که از این پس اجازه ورود زنان بدون محرم به مغازه‌هایشان را ندارند مؤسسه بین‌المللی پزشکی و علوم اسلامی ناگامیا از افتتاح اولین موزه قرآن کریم شامل نسخه‌های خطی نفیس و کمیاب تاریخی در شهر شیکاگو در ایالت ایلینوی آمریکا خبر داد که قدمت برخی از آثار موجود در این موزه به 600 سال میرسد. در بیانیه مطبوعاتی که از سوی آسیان مدیا یو اس آم منتشر شد آمده است که برخی از آنها قدیمی ترین قرآن‌های تاریخی در ایالات متحده هستند. اوماری دوگاری مومانی شهردار نیامی پایتخت کشور نیجر به همراه جمعی از مسئولان این کشور ضمن سفر به شهر مقدس قم به زیارت حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها مشرف شدند. لازم به ذکر است نیجر پایتخت و بزرگترین شهر جمهوری نیجر با جمعیتی نزدیک به 1,300,000 نفر است. منابع محلی در استان شیعه‌نشین قطیف از تایید حکم اعدام یک شهروند شیعه توسط دادگاه کیفری عربستان سعودی خبر دادند. این شهروند شیعه حیدر ناصر آل‌توهیفه نام دارد که از 5 سال پیش تا کنون به دلیل شرکت در اعتراضات ضد دولتی در زندان شهرستان الدمام است. دکتر فتاح احمدی معاون حقوق بشر و امور بین الملل وزارت دادگستری ایران با اشاره به اینکه میزان کودکان کار در حال حاضر نسبت به قبل از ظهور طالبان 20 برابر شده گفت حضور طالبان در افغانستان و ایجاد ناامنی برای خانواده ها سبب افزایش آمار کودکان کار در ایران شده است. به پیشنهاد سازمان ملل متحد یک آتش‌بس 2 ماهه از 2 آوریل در یمن برقرار شد که از مهمترین مفاد آن ورود 18 کشتی حامل سوخت به بنادر الهدیده و اجازه 2 پرواز رفت و برگشت هفتگی از فرودگاه صنعا بود. نماینده دفتر سازمان ملل برای هماهنگی امور بشردوستانه ابراز امیدواری کرد که تمدید آتش‌بس در یمن منجر به پایان درگیری و بحران برای همیشه شود. طبق گزارش خبرگزاری رسمی کویت، پارلمان این کشور روز گذشته سه‌شنبه در جلسه مشورتی قانونی را تصویب کرد که به موجب آن به هر یک از بازنشستگان این کشور
مبلغ 3000 دینار کویتی معادل حدود 10000 دلار به عنوان کمک مالی پرداخت می شود.